دوستان گرامی سلام عرض می کنم حضور یکایک شما آرزو دارم که در هر گوشه و کنار دنیا هستین به صحت سلامت باشین جور و خوش آرام باشین سجی هستم برنامه مرا از طریق تلویزیون افغانستان از لس آنجلس تماشا میکنین همچنان برنامه رو میتونین به صورت زنده کسایی که البته در تلویزیون دیدن میتونن در صفحه فیسبوک افغانستان تی وی پیج برنامه رو ببینین یک سلام خاص و ویژه به عزیزایم که امیال در صفحه فیسبوک امرای ما هستن بسیار زیاد تشکر میکنم از هر کدام شما نازنینا به مجرد که برنامه شروع میشه یعنی منتظر هستیم که امرای ما یک جای شویم خب حضور شما عرض کنم که شما یقینا با محترم آقای عباسی که یکی از تحلیلگرای بسیار بسیار ماهر در لس آنجلس هستن آشنایی دارین در برنامه ما چندین بار تشریف آوردن یا از طریق تلفن یا زنده در مسائل سیاسی افغانستان فوق‌العاده تحلیل میکنن ما همچنان دلشان به افغانستان مثل هر افغان مثل ما و تو شما میسوزم آقای عباسی یک ایمیل بر من روان کردن و نوشته کردن که هفته آینده ساعت 2:30 قبل از ظهر که البته در تلویزیون آریان افغانستان پروگرامشان از برنامهشان از اینا برای بنیاد خیری اطفال یتیم اعانه جمع میکنن خب هموطنهای عزیزی که شما علاقه مندی داشته باشین که کمک کنین برای اطفال یتیم میتونین که با آقای عباسی به تلویزیون آریان افغانستان به تماس شوین خب امید است که صدا سیما همه چیز درست باشه امروز شما شنیدین که هندوستان 500,000 دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک کرد حالا شما ببینین که همین هندوستان اگر شما هندوستان در یه اواخر رفته باشین که البته من چند سال قبل 2-3 سال یا 4 سال قبل به یک به جشنواره موسیقی رفته بودم در هندوستان که یعنی مردم هندوستان بامپر تو بامپر هستن مثل پارکینگ لات شما میفهمید که نفوس هندوستان چقدر زیاد است و در عین زمان خود هندوستان مردمش با یعنی می تلفن که در می شروع پروگرام تلفن میکنیم همین سلسله گپای مرا بیخی از بین میبرین بله بفرمایید برای خط هستین بله صدا نداریم بله خود شما که صدا ندارین در فیسبوک صدا است اگر در فیسبوک صدا باشد تا تلویزیون تان حتما پرابلم داره ببخشید خب بر صورت کسایی که در تلویزیون صدا ندارین ریست کرین تلویزیون هایتانه کسایی که در فیسبوک پرابلم دارین اثر کمپیوترتان روشن نه دیگه زنگ نزنین بله؟ در فیسبوک صدا ندارین خب در فیسبوک ممیال میگن که صدا هست پرابلم شما خود فیسبوک شماست خواهش میکنم تا مک در فیسبوک وقتی ببینم که میگن صدا نیست یک نفر دو نفر سی نفر بعد از او باز من میخیزم همه چیز از سر ریست میکنم در غیر از او فیسبوک های کسایی که صدا نداره او دیگه پرابلم خودتان است کمپیوترتان یک دفعه خاموش بسازین پس روشن کنین امکان داره درست شوه همچنان که اینترنت ضعیف داشته باشین فیسبوک نمیتونین که صدا رو بشنوین نمیگذاره که برین خب به هر صورت اما اگه نشته میکنن که صدا در فیسبوک است خب دیگر تلفون هر کسی که زنگ زد جواب نمیگم به خاطر از اینکه یک نوع مزاحمت است وقت برنامه شروع میشه صدا نی خب در مورد هندوستان میگفتم که یعنی یک جمعیت عجیب و غریب در هندوستان است و همچنان پولوشنی که در هندوستان است غیر قابل باور است یعنی تا به اینی قسمت شما هوای کثیفه و پولوشن هم میبینین خب به هر صورت هندوستان وقت 500,000 دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک میکنه اینا شما خودتان فکر کنین که در هندوستان بعد از امریکا و اروپا هندوستان و ایران اینا ممالک هستن که زیادتر مردمشان به ویروس کرونا مبتلا هستن و من فکر کردم که خب اگر هندوستان اینقدر مردمش به ویروس کرونا یعنی مبتلا باشه اینا چقدر سخاوتمندانه سر مردم خود خاک مندازن و به یک مملکت غریب دیگه که افغانستان است کمک میکنن
و باز حکومت افغانستان هم بسیار بسیار تشکری کردن از هندوستان و گفتن که کسانی که چی میکنن هندوستان که کمک کرده، اولین کسی که یعنی اولین اشخاص که امی واکسین یعنی ازش استفاده میکنه نیروهای امنیتی است، که واقعا یقینا کسایی که نیروهای امنیتی هستن اونا باید صدا را چی کنن امی واکسین استفاده کنن. خب هر صورت باشین که من ببینم که در فیسبوک چی هست. خب اینجا نشته میکنین نو وایس صدا در فیسبوک هست، باز یک نفر نشته میکنه صدا هست. چرا یعنی شما این رقم مردم مضر هستین؟ وقتی که یک صد نفر نشته میکنه صدا هست، چند نفر مضر دیگه نشته میکنه که صدا نیست؟ نکنین این کارا، چرا من کنفیوز میسازین؟ شما میفهمین که من یگانه کسی هستم که در امی تلویزیون تمام اون اتاق کنترول میارم به یک کمپیوتر و من خودم میمان خانه هایتان میسازم، به خاطر از اینکه چی بگویم دیگه نفر ندارم کمرم کمک کنه که صدا رو در اتاق کنترل در گوشای خود بشنوه که صدا هست یا نیست. اما تا جایی که اینجا مردم نشته میکنن صدا هست، مزرا کسایی که مزرا هستن نشته میکنن صدا نیست، میخواین مر کنفیوز بسازن. خب برسره خود در مسئله هندوستان که گفتیم که قدر کمک کرده خانیشان آباد، امروز یک خبر بسیار جالبه در مورد هندوستان خواندم که یک دختر و یک پسر که بسیار زیاد اینا عاشق هم دیگر بودن، البته در هندوستان، اینا مراسم عروسی خوده 20 متر در عمق بر بسیاری به من جالب بود، 20 متر در عمق بر مراسم عروسی خوده یعنی برگزار کردن. چی رقم که یک کامرمن بوده و خود از این عروس داماد بوده، کسی دیگه نبوده. چرا داماد همیشه کارش کوب درایوینگ در موزه آب میرفته و اینا، و خانمش هم یک سال پرکتیس کرده تا یاد بگیره که چطور به زیر آب بتانه که باشه. بعد از او گلای بسیار مقبولی را که در زیر آب برده بودن و با گردن هم دیگر انداختن، و بعد از او آیدو که گفتن که من حساب مراسم عروسی هندوستانی ها رو نمیفهمم، بعد از او باز آمدن بیرون آمدن و با فامیلاشان سلبریت کردن که بسیار زیاد جالب بود. عزیزای دلم، در هفته گذشته که برنامه ما از در فیسبوک قطع شد به دلیل یک آهنگ بود، حالا ما خود در شروع پروگرام برای 3-4 دقیقه کار دارم که یک آهنگ بگذارم، به خاطر از اینکه ما پروگرام جمع جور کنم، مثلا به صفحات فیسبوکم شیر کنم. خب یک عالم کار است، با مو دلیل است که ما در شروع پروگرام یک آهنگ میگذارم و آهنگ آریانا جان گذاشتم، گرچه که یوتیوب آریانا جان بر من کاملا سفید است، من هر آهنگش میتونم در برنامه نشر کنم، کدام پرابلم نیست. اما من فکر میکنم که اپدیتی که یوتیوب کرده بودن، امی اپدیتش باز یک نمک بلاک کرده بود مرا. خب من البته همراهشان به تماس شدم، برنامه هفته گذشته را پس درست شد، در فیسبوک است، در یوتیوب است، تعداد زیادی از مردم در یوتیوب دیدن، بسیار زیاد از عزیزایی که در یوتیوب برنامه رو میبینن بسیار زیاد تشکر میکنم، از پیامای نازتان تشکر میکنم. اما بعض وقت که برنامه زیاد ادامه پیدا میکنه، امی کپاسیتی امی کامپیوتر بگویم که وقتی که ریکارد میکنه تا یک اندازه ریکارد میکنه، متبقی ریکارد نمیکنه، مجبور هستم که من نمیتونم که قسمت دوم بگذارم. با احساس از کسایی که عزیزایی که در یوتیوب میبینین هستن بسیار زیاد معذرت میخوایم. و بعض وقت که بیانی یک چیز عجیب و غریب با مجرده که برنامه داخل فیسبوک شد، دو سه پیام شما عزیزا رو دیدم که برنامه رو قطع کردن، برنامه رو بلاک کردن، و تعداد زیاد شما در انباکس در صفحات فیسبوک ما همون لحظه پیام گذاشتین که برنامه چی شد و برنامه کجا شد و برنامه چی شد. بسیار ما معذرت میخوایم، اینمی مسائل تکنیکی رخ میده که اگر شما در یک شنبه برنامه من نمیبینین، اینم دیگه به می خاطر است که می خواندن آهنگ بورینگ و خسته کن خود که صدای می شوشم نمه، او رو بر شما گذاشتم. مجبور هستم که در هر پروگرام آواز خود صدای یک آهنگ خود بگذارم که از این موضوع کپی رایت و کپی رایت بازی من خلاصم. من نمیخوام یک برنامه من که شما منتظر می باشین واقعا آنقدر در انباکس شما بر من نشته کرده بودین و همچنان از طریق تلفن مسیج گذاشته بودین که برنامه چی شد، برنامه چی شد، برنامه
بسیار به معذرت میخوام، این مشکلات ها هست دیگه، چیکار کنم؟ اما کوشش میکنم که در هفته های آینده یک آهنگ خود براتون بگذارم. اگر تکراری ها میشه، گفتی امریکایی ها دیگه bear with me، همراه من باشین، به خاطر از اینکه من آهنگ های هنرمندان رو که بگذارم فورا برنامه من به حساب کپی رایت قطع میشه و از بین میره و شما دیدن نمیتونین. و من بسیار مستان کردم به مو خاطر برنامه رو یک و نیم ساعت بعد قطع کردم، چون امرای شما من در فیسبوک نبودم، گفتم نه وقتی شما نیستین دیگه نمیخوایم که برنامه باشه. خب به هر صورت یک دنیا و یک جهان از شما عزیزای کمیل در فیسبوک هستین، بسیار زیاد تشکر میکنم. باشین کمی یک نفر از به نام حبیب کرمانی، شما میگین که صدا ندارین. من متاسف هستم که صدا در فیسبوک ندارین، نمیفهم که از کجا از زنگ میزنین. خب پرابلم فیسبوک خودتان هست، بخاطر از اینکه اگر پرابلم میبود اینجا چند نفر هم برداشته کرده که دروغ نگو یا هدفونت استفاده کن، یکی صدا نداری دیگه. من چی بگویم برات؟ محموده جان حاجی زاده سرش قار شدی مثل از این که آزار میده. خب میگه چند نفر هم زنگ زدم و یک نفر زنگ زد، امی خو یک نفر خودت هستی که نمیگه پا میزنی. خب هر صورت امید است که مزاحمت نکنی، یا اگر اگر باز دیگه نشته کردی حبیب کرمانیستی یا آباده برکستی خورمانیستی، باز من چی میکنم؟ بلاکت میکنم، به خاطر از اینکه وقتی که زایی شد و وقتت و برنامه رو دیده نتونی چی فایده. خب اینجا ویدیو جا نشته که صدای خیلی لکس میایه، صدا لکس میایه، تشکر که صدا لکس میایه. خب هموطنهای عزیز، من امروز البته بر شما مطالب زیاده را یعنی در این برنامه گنجانیدیم و بازیاتر میخوایم از شما هم بشنم نظرتانم، نظر شما هم بسیار زیاد، یعنی ما و شما وقتی ما برنامه را اجرا میکنم با شما میایین سر مسائل سیاسی صحبت میکنین، نظر مثبت دارین، نظر منفی دارین، خوب است که هم مثبت بشنویم هم منفی را بشنویم، یک چیزی یاد بگیریم، به خاطر از اینکه امروز مملکت ما میبینین که در چی یک شرایط اساس قرار داره. البته راجع به این مسئله آهسته صحبت میکنیم. موضوع اولی که من میخوایم که بر شما البته در موردش صحبت کنم در مورد بند کمال خان است. وقتی در افغانستان که من هر هفته میایم و میگم که انفجار است و انتحار است و کشتار است و انتقاد است و انتقاد است، از چی از طرف شما، چی از طرف ما، چی از طرف هموطنان، خب مگر یک چیز خوبی هم که در افغانستان اتفاق میفته او را هم باید بگویم که چی چیز خوبی در افغانستان در مملکت عزیز ما اتفاق میفته. بند کمال خان، شما میشنوین دمه به می سالها که بند کمال خان، که بند کمال خان که شروع شد به یعنی شروع کردن به ساختن بند کمال خان و این و آن. خب یک تعداد از هموطنهای ما شاید فکر کنن که خب این بند کمال خان یعنی چی مانا دارم. بند کمال خان البته شما باید بفهمید که با دستور من میفهم که ایرال فورا نشته میکنید که نه ای کار اشرف غنی نیست، این کار داوود خان بود. البته داوود خان هدایت داده بود، دستور داده بود که امی بند کمال خان کارش آغاز شود، مگر شما میفهمید که بعد از داوود خان تا به امروز، تا امی چند روزه که آغاز شد، آغاز کرد به کار ساختش تمام شد، شما میفهمین که جنگ است، جنگ است، جنگ است و هیچ کس نتونست که کار تکمیل کنه و بالاخره کار بندر کمال خان تکمیل شد. یک پروژه بسیار ملی است، زمین ها را آبیاری میکنه، قسمت ها را گل و گلزار میسازه. ما میخوایم که یک کلیپ بسیار جالب از بی بی سی براتون انتخاب کردیم که شما در مورد بند کمال خان ببینین که بند کمال خان چی از گوش کنین که بند کمال خان چی میکنه. هموطنای عزیز، وقتی ما و شما راجع به تاریکی‌ها و بدبختی‌های افغانستان صحبت میکنیم، چیزی که در افغانستان به منفعت مردم اتفاق میفته سر از او باید هم بحث کنیم، سر از او باید هم صحبت کنیم، کلپش را بگذاریم، بگوییم که بند کمال خان چی است، بند کمال خان چی میکنه،
ایران امو آخونده ایران مخصوصا امو پادشاه ایران خود در گرفته به این پروژه بند کمال خان و نمیفهم سلمان و کجکی و یا خدا میدانه که با چی حال دارن. خب به هر صورت مگر من شخصا خوشحال هستم هر پروژه‌ای که تکمیل میشه و برای منفعت مردم افغانستان میباشه. آها برای من اهن ما 100% در این مسئله خوشحال میشم و میخوایم که ایره با شما شیر کنم. بیاین که بریم بند کمال خانه ببینیم و ما بر میگردم با شما متن عزیز میباشم. با ما باشیم. پروژه کمال خان که پروژه بزرگ و ملی است، کارهای ساختمانیشان 100% تکمیل شده و ابگیریش عملا در ساحه جریان دارد که انشالله در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده میشه. آبگیری دقیقاً کی شروع شد؟ میشه در این مورد جزئیات بتین؟ آبگیری دمی ماه روان شروع شد، کارش که تکمیل شد و آبگیریش هم شروع شد دمی ماه روان. مشخص هست براتان یا تخمین شده که چقدر وقت میگیره که بند کمال خان پر از آب شوه و لبریز شوه؟ به این مربوط آب میشه، همی آب چیزی که میایه، سیلاب‌های موسمی که میایه و آبی که از بند کجکی میایه با کاسه بند فرو میشه، این مربوط به سیلاب‌های موسمی و آب‌های بند کجکی هستند که هر چقدر آب از طریق سیلاب‌های موسمی بیاید و از بند کجکی بیاید طرف کمال خان کاسه بند زود فرو میشه. ظرفیت ذخیره چه مقدار آب را داره بند کمال خان حالا که کارش تکمیل شده؟ کمال خان کاسه کمال خان ظرفیت 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکنه و 184 هزار هکتار زمین آبیاری میکنه، همچنان ظرفیت 9 مگاوات برق داره. سه نوابند در این کمال خان هم بند آب هستن و هم بند برق هستن، ولی ظرفیت آبش بسیار بالا است و 9 مگاوات برق تولید بله. میکنه. از برق تولید شده از بند کمال خان به کجا توزیع میشه؟ به ولایت نیمروز شهر زرنج. بسیار خوب. در مورد استفاده از آب دریای هلمند یک سری جنجال های بین ایران و افغانستان است. ایران ادعا میکنه که حق داره که از آب دریای هلمند استفاده بکنه. با تکمیل شدن کار بند کمال خان با ایرانیا صحبت شده؟ وقتی آبگیری و خصوص شروع شده با طرف ایرانی صحبت شده، مشوره شده؟ ما که ایران مشکل نداریم، ما معاهده هلمند داریم، مطابق به معاهده ما میتونیم که سری آبهای خود بندها را جور کنیم و آب خود را مهار کنیم. این حق قانونی ماست. و یک چیز دیگه که هست، اداره ملی تنظیم امور آب یک اداره تکنیکی و خدماتی است. ما خدمات خود را ارائه میکنیم به مردم، آب و مدیریت و مهار میکنیم. پالیسی به سطح جهانی و به سطح منطقه که پیش میاد وزارت خارجه و ریاست جمهوری هستن، اونا در این باره تصمیم میگیره. صحبتی که وزارت خارجه افغانستان با وزارت خارجه ایران در مورد حقابه دریای هلمند اخیراً داشته، در این مورد جزئیات دارین که چه تصمیمی گرفته شده و چه توافقی رسیدن؟ تا جایی که ما میفهمیم خبر هستیم، ما که ایران مشکل نداریم، به خاطر که ما معاهده هلمند داریم که در وقت موسی شفیق و معاهده ترتیب و تنظیم شده، امضا شده. از نظر به اون معاهده ما که ایران مشکل نداریم. اما وقتی بند کمال خان کارش آغاز شد، ایرانیان نگران بودند که ممکن است آبی کمتری به ایران داده شود و نتانند آبی بیشتری از دریای هلمند بگیرند. در رابطه با ایران ما پیشترم یادآوری کردیم که ما متحد به اون معاهده هلمند هستیم. یعنی شما میخواین بگین که ساخت بند کمال خان و آبگیریش هیچ تأثیری روی حقابه ایران نداره؟ ما در معاهده هلمند ذکر شده که افغانستان به ایران نظر به معاهده در فی ثانیه 22 متر مکعب آب میتن و 4 متر مکعب به خاطر حسن نیت پاشا یا به خاطر همسایگی خوب با ایران میتن. یعنی امو مقدار را که شما گفتین فعلا به ایران داده میشه؟ حالی که بنهای ما تکمیل نشده بسیار زیاد آب به ایران میره
وقتی که بنها مهار میشه باز مو اندازه که در معاهده هلمند ذکر شده به مو اندازه آب برشان میره. از او بیشتر نه؟ نه. خب هموطن عزیز، شما دیگه شنیدین، حاجت به این نیست که ما بر شما تشریح کنم که بند کمالخان چی هست. بند اینال شما فهمیدین دیگه، تلفن ها رو زنگ نمیزنم، هر مشکلی که دارین پرابلم خودتان است پلیز دیگه به ما زنگ نزنین که ما اصلی زنگ زدن ندارم. یکی از هموطن های ما به نام شمس افغان نشته کردن که آفرینی دولت، از یک طرف جنگ طالب و از طرف طالب نکتایی دار در داخل دولت، جنگ اشرار دوزی اشار باز هم دولت کار میکنه. نوریه جان احمدی نشته کرده الهی داود خان جایش در بهشت برین باشه. میوان پوپلزای نشته کرده که والی جان نیمروز گفته در بدل آب ایران برای افغانستان تیل باید بده، یعنی افغانستان برش آب میده اونا تیل. خب اینا یک قرارداد در این در زمان موسی شفیق کرده بودن دیگه، او میتن آب. نه محمود جان حاجی زاده گلای نو که مردم چی رخم هست. خب باشین که یک اندازه من پیام های شما رو بخوانم. خب اینجا یک آدم به نام ولید یوسفی نشته کرده که بند کمال خان مانند ساختمان است که اصلا وجود نداره و یک دروازه بزرگ با آن نصب کنید و بگویید که حولی ما را قلف بسته کردیم. وجود نداره ساخت بند کمال خان، وجود نداره. حال شما چیز ندیدین؟ حال به چشم به چشم بی بی سی میدرین ببینین که چقدر یک راپور مقبول درست کرده بود. خب این که زنده باد و مرده باد و گپا رو میگین دست او شمس جان نه نو نو تانکیو، بسیار زیاد تشکر. بانیم که اون کارها رو دیگر را بکنن. خب یک پروژه بسیار مهم است بند کمال خان یا دیگه پروژه ها. باز هم من خدمتتان عرض کردم که اگر من یک چیز میبینم که در افغانستان یک پروژه ملی، یک چیزی که به درد مردم میخوره، آل به بازارهای کرزمین آبیاری میشه، در امو قسمت مردم آرام میشه، میکارن که نمیفهمم گندم میکارن. خب اینمی خودش یک پروژه بسیار مهم و بزرگ است که راجع به این گپ زده شده که در حیات مردم آب بسیار زیاد مهم است. نه اما این که بعضی ها بسیار دشمنی دارن با حکومت افغانستان که پرابلم خودشان از ما هیچ ارتباط نداره، مگر ما چیزی که در افغانستان اتفاق بفته ای که در کدام زمان و در کدام زمانی ما ایره برای خدمت شما عرض میکنم، برای شما میارم که ببینین. مخصوصا که بسیاری از هموطنهای ما حوصله ندارن که به اخبار گوش کنن یا به خبر گوش کنن یا همین مسائل سرش غور کنن. باز البته در یک برنامه که میان باز متوجه که میشن که میگن نه ولی یک گپ بسیار خوب بر مملکت ماست، یک پروژه بسیار فوق العاده ملی. خب ناله من یک کلیپ دیگر بر شما میگذارم که یعنی این رقم کلیپ ها رو که برتان میگذارم مخصوصا در مورد یک خانم است و این خانم یعنی توسط طالبا که سرش فایر شده و زخمی شده بود و خب حال کلیپش میبینین. ما وقتی کلیپ دیدم گفتم نه ما باید این کلیپ نشر کنم. این خانم یک پلیس بود در عین زمان، نامش سبا سحر است. سبا جان که یک پلیس بود و همچنان بازیگر و کارگردان در فیلم هم، در فیلم هم باعث بازیگر پلی میکرد میرفت فیلم در فیلم ها. خب وقت ما امی کلیپ دیدم با من گفتم که نه ما باید امی کلیپ برای به هموطنا نشر کنم که طالبا چرا قدر زن ستیز هستن، چرا اینا از زن نفرت دارن. اما تو نفرت دارن، زن مگر مادرشان نیست؟ زن مگر خواهرشان نیست؟ زن مگر زنشان نیست؟ ای چرا باید یک نفرت با مقابل زن داشته باشی که وقت زن ببینی که پلیس است
یعنی قابو بتی و بتی و بتی تا زمانی که او را یک جای گیر کنی و بعد از سرش فایر کنی و بخوایی که او را بکشی. خب حال ما و شما خود تا به حال کدام طالب خود ندیدیم که یک خانم خود، یک مادر خود، یک خواهر خود بیاره در پالوی خود استاد کنه که ما بگویم او اینه عده طالب خان. نه بابا، و خانم های از و مادر های از و اونا همگی بندیستن در خانه هستن و بیچاره حق زندگی ندارن، فقط پا پا پخته کنن بخورن و کالا بشوین و اولاد بکشن. اینی وظیفه اکثریت زنای طالب و اکثریت زنایی که در افغانستان در قشلاق و قصبات هست، اینمی وظیفه شان هست که فقط پا پا پخته کنن، کالا بشوین، خانه پاک کنن، اولاد بیارن، اما دیگه حق دیگه چیز ندارن. حالا بس به طور مثال ما و شما خب بی بی گل میبینیم زن اشرف غنی را، یعنی شما در امی سالهایی که بعد از این کرزای آمده کدام روز امی کرزای دیدیم که امی خانمش بالیش استاد باشه؟ کدام روز امی دکتر عبدالله و نمیفهم ردای بالا و اینا رو دیدین امی خانمایشان پالیشان استاد باشه؟ ببخشید مگر نه خانمای دیگه میتونه پالیشان استاد شود؟ اوکی، مگر خانمای خودشان باید در خانه باشن که رویشان آفتاب و ماتاب نبینه؟ الله که از این رقم مردا مرا چی تو بده میایه. خب هر صورت اینا دیمه ای کلپ که بر شما مگذارم، در این کلپ خانم سبا سحر میگه که مرا طالبا به خاطر زن بودنم میخواستن که بکشه. او خواهر عزیز، تو را اگر طالبا به خاطر زن بودنت میخواستن که بکشن، در افغانستان طالبا مردا را میکشن به خاطر مرد بودنشان، اطفال را میکشن به خاطر طفل بودنشان، هموطنهای کهنسال ما را میکشن به خاطر کهنسال بودنشان. برای طالب فرق برای یک تروریست فرق نمیکنه کی را میکشه. تروریست تارگت میگیره یک مردم یک سرزمینه، برش فرق نمیکنه که این زن است، مرد است، طفل است، پیر است، جوان است. بیاین که بریم کلپ خانم سحر، خانم سحر رو ببینیم که طالبا چی رقم میخواست این خانم بکشه که البته خداوند عمر رو دوباره برش داد و در این دنیا ماندنی شد. در این دنیا خب بالاخره هم ما به طرف خداوند یک روز میریم، اما ای که طالبای قدر مردم میکشن این فیر نیست. بیاین که کلپ ببینیم، من برمیگردم با شما باشیم، با ما باشیم. امریکا بالای مسئولیت گرفته صرف گروه. واقعتش ایست که من حراس دارم، تنها از خودم نه، از فامیلم. بعد از او وقت که حادثه سرمه شد دیگه مانم اطفال من نبردن به مکتب و از اونجا که جایی که قبلا ما خانه ما بود، از اونجا به خاطر از اینکه ما سیف باشیم آمدیم به جای دیگه کوچ کردیم و می فعلا هم شدیدن ما زیر تهدید امنیتی هستم که اگر برایم امکان داره که اونارم بزنم، خصوصا شوهر من و اولادای من. هنوز فکرم نکردیم سرش و پولم ندارم. خب هموطنان عزیز، ای که خلیلزاد اینمی کلپ تمام تلویزیون ها، اینمی کلپ که خلیلزاد با ملا برادر است که ملا پدر است که ملا خواهر است که چی بلاست امروی از او که موافقت نامه را امضا کرده و قول میته، امی کلپ خمار بسیار بده میه واقعا. امروز یه خبر را شنیدم در طلوع، بسیار زیاد متاثر شدم. به خاطر از این متاثر شدم که در زمین جنگ ها هم و اوانتنهای ما که آباره شدن، مخصوصا از بادغیس آمدن به هرات و تقریبا در حدود 100 فامیل اینا گردگک های خود در بدل 300 هزار دلار فروختن. بازی بیچاره ها را امی رسانه ها استاد کرده و یک قسمت پیراهن خودم بلند کردن که امیر عملیات که شده داغش مردم ببینه. شما ببینین این بیچارگیره، شما ببینین این بدبختیره که یک آدم بره و گرده خود بفروشه به خاطر از اینکه نان بخوره. و این هم وطنای ما تنها خود مردان نبود، در بین از این زنان بود و اطفال هم بود. و من این بچگه که دیدم که یک 13-14 ساله و این پیراهن خودم بلند گرفته بود که دیده شدم و قسمت داغ عملیات، خدا شاید است
که من آنقدر جیگرخون شدم، آنقدر جیگرخون شدم. امی یک ایسایی را که در هفته گذشته در امی اخبار خواندم که 10 میلیون انسان در افغانستان تحت خط فقر است. فقر یعنی ما و شما که در امریکا استیم و یخچالای ما پر از غذاست، موتر داریم و انشورنس داریم و انشورنس کار داریم و خانه داریم. یک اگر نداشته باشیم گورنمنت امریکا کمک میکنه، یا در امریکا ولفیر یا در اروپا سوسیال استمفود، مقصد که یک لقمنان به یک انسان میرسه. اما شما فکر کنین که در یک مملکت که 10 میلیون انسانش تحت خط فقر باشه، به اندازه که 100 فامیل برن از زن و مرد و طفل ده هرات گرده بفروشن به $300,000. بسیاری خبر مرا واقعا بسیار زیاد جگرخون ساخت و جگرخون کرد. یکی از هموطنهای ما از هرات بر من نشته کرده در صفحه عمومی، البته از افغانستان تعداد زیاد از افغانستان برنامه من رو میبینن، باز بر من نشته میکنن در پیج افغانستان تیوی که با کار ضرورت دارن، میخواین امریکا بیاین، نمیفهم کمک شون، این شون، آن شون. ما بسیار زیاد متاسف هستم، او کارا رو ما کرده نمیتونیم. ویزه رو حالا بسیار مشکل ساختن. خب هر صورت یک هموطن ما نشته کرده که خب شما میفهمین که این موضوع جنگ آنقدر در این وقت زیاد شد که بسیاری مس از مسائل افغانستان یک رقم سرش خاک انداخت، مثل که در امی چند روز پاکستان کثیف به کندز بود که راکت پرانی میکرد، یا مسئله مواد مخدر که چقدر انسان به مواد مخدر، 3-4 میلیون جوان به مواد مخدر آغشته است، که وقتی یک مملکت به مواد مخدر جوانش آغشته باشه و یا ایستایست زیاد شوه، این بدتر از جنگ است، بدتر از انتحار است، بدتر از انفجار است. به خاطر که یک جامعه که شما باور کنین که وقتی یک آدم درگ میزنه و بعد از او که درگ نداشته باشه و بخواه که درگ بزنه و درگ به اختیارش نباشه، شما میفهمین که او چی کارهای غیر قانونی میکنه. و همچنان در مسئله ایدز، اگر شما به خاطر داشته باشین که در سالهای گذشته میگفتن که در افغانستان موضوع ایدز بسیار زیاد شده. ما یک پروگرام تلویزیون میدیدم در مورد امی مریضی ایدز. واقعا ما فکرم رفت به طرف افغانستان که سالهای قبل بسیار در مسئله ایدز راجع به موضوع ایدز که بر من نشته میکردن، البته از افغانستان من راجع بهش گپ میزدم که او هم مثل امی مواد مخدر یک آدمی که معتاد است، عین چیز است که بدترین چیز است، یا مثل یک انفجار یک آدم بر دائم مریض میشه، باز بسیار وحشتناک میمره. یک پروگرام میدیدم که یک زن و شوهر نشسته بودن، اینا در وقت زمانی که در های سکول بودن، در مکتب بودن، صنف 10 و 11، عاشق هم دیگر بودن، که در اینجا میگن که چطور میگن سیویت هار، چی میگن های سکول سیویت هار، در یک چیز میگن. بعد از او اردوشان از مکتب تمام میکنن، میرن فاکولته، در صنف دوم فاکولته که میباشن ازدواج میکنن، یعنی زمان 20 ساله بودن، حال 30 ساله هستن، صاحب 2 اولاد گلموره. خب یقینا که بین زن و شوهر جنگ میشه، فساد میشه، هر چیزی که فکر کنین. این بین از زن و شوهر که همدیگر بسیار بسیار دوست دارن جنگ میشه و شوهر از خانه میبره و این میره در یک بار، یعنی بار شرابخانه، البته حال خب بار بسته شده، یعنی یک سال دو سال قبل، موضوع یک سال دو سال قبل بود که حالا در تلویزیون ها باز راجع بهش گپ میزنن و برنامه در این تاکشوها بود. خب زن و شوهر نشسته بودن کمرایش، فکر میکنم فل بود یا کی بود با مصاحبه میکرد. این شوهر و زن که بسیار زیاد جنگ میکنن، شوهر از خانه مبرایه میره در یک بار، در امون سر بار در شرابخانه بگویم، باز یک نفر اون طرف استاده و باز اینجا یک چوکی هست و مردم شراب آردر میدن و شراب میخورن و به اندازه آخر در امریکا و اروپا و شراب خوردن بسیار زیاد است. خب هر صورت این آدم شراب میخوره، اونجا یک خانم میایه نزدیکش میشینه و با هم ملاقات میکنن و یک ساعت دو ساعت با هم گپ میزنن و شراب مینوشن. و بعد از او این آقا
خب البته برای ازی خانم میگه که من زندار هستم و زن دارم و با زنم دعوا کردیم و او خانم بی حیای بی شرم با یک نوه یا آقار فریب میده و خانه خود میاره. یک مرد زندار خوب مرد زندار زن خودم بسیار زیاد دوست دارم. بعد از او که میایه بعد از کدام چیز برای ازی مرد میده امی زن کدام مواد مخدر چیز برش میده که بازی مرد میگه که من ایت نفهمیدم که در دنیا زنم دارم بی تفاوت اولاد دارم بی تفاوت هیچ چیز دیگه برش مهم نبود امو لحظه مهم بود که با اینمی زن است و با اینمی زن هم بستر شوم. خب بالاخره با این زن هم بستر میشم. اینال گپ در اینجاست که امی هم بستر شدن امی مرد با این زنی که از بار در خانهش رفت چی را به وجود آورد که بعد از یک مدت این مرد ایدز میگیره. بازی مرد که با زن خودم بستر میشه باز هم زنش هم ایدز میگیره. سر از این مثلا اینا به می تلویزیون آمده بودن و راجع به مسئله ایدز که چقدر مشکلات در این فامیل آورده امی زن شوهر آمده بودن و خب البته موضوعشان به طلاق رسیده که طلاق میکنن و با وجودی که زن میگفت که در این 10 سال این مرد زندگی مرد چقدر خوش نگاه کرد بهترین ها را بر من در زندگی آورد شوهر بسیار بسیار با وفا بود شوهری بود که به من هیچ وقت خیانت نکرده بود اما در وجود من یک مریضی را آورد با رفتن خود با یک زن دیگه یعنی اگر از با مریضی زنم داشت و از زنم خبر نمی شد خب دوام می دادن زندگی خود برای که بسیاری مردایی که عروسی کردن بعض وقت همچه کار رو میکنن بعضی از مردها میرن با یک زن یک خیانت دو خیانتک خود میکنن مگر ای که با یک مریضی زنش مبتلا شده و خودش مبتلا شده این دیگه یک چیز بسیار من از امون خاطر یه وطن ما به خاطر مریضی ایدز نشته کرده بود آره من گفتم که جنگ و دعوا و کشتن و انفجار و انتحار در افغانستان آنقدر زیاد شده که این مسائل سرش خاک انداخته شده و کسایی که به مریضی ایدز مبتلا هستند در افغانستان یقینا تعدادشان زیاد است و اینا کسایی هستند که از ایران آمدن مریضی ایدز از ایران آوردن بعد از او که اینا امو پیچکاری را که برای هروین استفاده میکنن از امو پیچکاری باز یکی دیگهش که استفاده میکنن باز او را ایدز میگیرن خب به هر صورت راجع به این من برش گفتم که اگر علاقه‌مندی داشته باشه خودش بیای برای خط راجع به این مسئله صحبت کنه دیگه من عزیز یادتر چی بگویم خداوند افغانستان از 155 مصیبت کاملا نجات بده یعنی اگر ما و شما حساب کنیم که در افغانستان برابر که همون گفتن همون نفر وزیر مالی سابق اشرف غنی گفت 22 نوع گوشت گفت یا میخورن دولت افغانستان 22 نوع گوشت میخوره حالا من گفتم خب گاو گوسفند گوساله نمیفهم از کوکوگکا نمیفهم کپ کوین آن آلی 22 نوع گوشت از کجا پیدا شد که یا زهر و زقوم خود میکنن که مردم به این مشکلات آل تلفن ها رو نمیگیرم بسیار با معذرت خب هموطنهای عزیز من میخوایم که بر شما یک کلپ بگذارم اما ازتان خواهش میکنم خوب به این کلپ توجه کنین خوب این کلپ به طرفش نگاه کنین که من چرا این کلپ میگذارم ازتان معذرت هم میخوایم که من این کلپ فقط به 3 ثانیه شما یک عمل یک طالبه میبینین در امی کلپ که من بر شما نمیتونم بگویم و آلام نمیگم اما اگر اینمی امی 3 ثانیه است نه 3 ثانیه در یکی از رسانه‌های امریکا در یکی از محافل امریکایی یعنی اتفاق مفتاد شما فکر کنین که این امی سرخط رسانه‌های امریکایی میشد با خدا اگه تلفون هایتان جواب بگویم با خدا نمیگم جواب فقط قطعتان کده میرم زنگ نزنین تا زمانی که من اگویم لینا رو باز میکنم شما با تلویزیون نشستین من یک صحبت میکنم باز میگین who cares بیا که دیگه زنگ بزنم بلا در پس از زن که کجا گپش میماره کجا گپش نمیماره امی زنگ خدا بزنم صدای خدا بکشم والا اگه من تلفون تا جواب بتم با خدا اگه تلفن تا جواب بدم نمیتونم برو دیگه تلفن نکن که خیلی خیلی باز قطعت کنم میرم خب بر صورت هم وطنهای عزیز
خب اینجا نشته که سوفیا جان عاطف گوشت سگ و خر و موش هم میخورن، راستی من از این هم میفهمیدم که گوشت خر گوشت هم این هم میخورن. خب هر صورت 20-90 گوشت، گوشت خوک که خونه میخورن، ای که چی رقم گوشت بعد از گوسفند و گاو اینا میخورن که از. خب باشین که من اینمی حبیبه، اینمی حبیبه، من باید از صفیم باید بکشم بلاکش کنم به خاطر ازی که بسیار مزاحمت میکنم. کس که مزاحمت کرد دیگه باز ما نمیمار مشکلت صفیم جای داشته باشه. خب بسیار حالا گپ نمیزنم، امرتان فعلا سرتان قار هستم، از خاطر که وقت من میگم که زنگ نزنین شما باید یک کمک احترامی یک زن کنین که اینمی زن بر من میگه که اینمی حال زنگ نزن، به خاطر که من بعد از یک هفته میایم، من برنامه میسازم، من کلپ میارم صدای شما را که بسیار خود تان عاشق صدای تان هستین، صبر کنین تا که وقتتان برسه، غیر از من جواب نمیگم. اما تو درست نیست؟ بله. این اینجا من میخوانم فیسبوکی های عزیز که نشته میکنن والا اگه خود جواب بگویم. اینجا صدیق جمال نشته کرده که این خبر خوش با بیننده شریک بسازیم که من یک اختراعی نو کردم و اختراعی من این است که از فشار. خب اختراعی یک اختراعی درست نیست، فکر نمی کنم اگه اوقدر کلمه داشتی ایتر اختراع را برای صفحه فیسبوک رشته نمی کنی. تشکر فوزیه جان نوری گلت، گلم خودت افتخارم هستی. بله گوشت انسان او را خوب، او خوب گوشت انسان خوب طالبا می خورن. بله فارسی میگم که زنگ نزنین، don't call. ما خو گفتم که زنگ نزنین و لاغه که 2 ساعت هم تیر شود، 4 ساعت تیر شود، ما تا که نگویم لینا را باز میکنم هیچ کس جواب نمیگم، بخاطر که اینمی کار عرفتیم از زنگ نزن زنگ نزن زنگ نزن زنگ زنگ نزن. فارسی میگم، انگلیسی سی ببینین چقدر بیادب است. اینمی آدم بیادبترین آدم های دنیاست. خب اینال ما هموطنهای عزیز راجی به امی کلپ را که بر شما میگذارم، باور کنین که ما میخواییم از شما امایر ما صدایش خاموش کردیم، ما میخواییم که شما یک کاری را که یک طالبک جوان کثیف که در امی محفل استاده است و در مقابلش کمره ها که ترقص عکس میگیرن و فیلم برداری میکنن، شما ببینین این کثیفه که چی میکنن. گفتم اگر امی کار در یکی از محافل بزرگ وایت هاوس اتفاق مفتاد، شما فکر کنین که این سرخط رسانه ها حتی برزی که کومیدیان ها از این استفاده میکردن با ماها. من ایره بر شما میگذارم، شما بر من اشتا کنین که یادم عملشه. خب یک آدم ای آدم باید امی کلپ خدا که میبینه باید بشرمم خجالت بکشم که اینا اثر کوا پایان شدن، اینا حق قذیره ندارن که تسلط افغانستان بخواین که به زور بگیرن. آرزوی تسلط افغانستان داره اول متوجه خود شوند که در یک محفل اینایی که از کو پایان شدن اینا از انسانیت هیچ چیز را نمیفهمن. با او اساس میره بر شما میگذارم، فقط 30 ثانیه است، توجه کنین. میخوایم تمام توجهتان به طرف یک آدم لنگی سیاه باریش استاده، فقط شما نگاه کنین که چی میگن. اگر فهمیدین آفرین. باید ببینین در رسانه های امریکایی یک محفل که از هر محفل که باشه مربوط وایت هاوس وزارت خارجه اینا که فیلم برداری میکنن ذره ذره فیلم برداری خود میبینن، بعد از او که در یک جایی که یک فاول میشه او رو فوراً بر رسانه ها و فیسبوک و همه جای همگانی میکنن. این حال شما این طالب ببینین که چی میکنن. خوب مگر توجه کنین به این طالب، اگر نفهمیدین باز دیگه من میگم ساری برای خود شما. ببینین دیدین؟ خب اگر ندیدین که من یک بار دیگه هم بر تان بارم امیر استاد کنم
ایره باید بگذارم به خاطر از اینکه اینا ادعای رفتن به افغانستان و پادشاه شدن به افغانستان یا دارن. خب باشین که من ایره بگذارم اما استادشم کنم. میبینین این طالبه؟ این استادش کردم. شما میبینین؟ میبینین دیگه. بله بفرمایین. بله؟ جواب نمیگم. ببخشین. دیدین؟ خب اگر ندیدین دیگه من چی بگم؟ من خواه دیدم. من هر چیزم میخوایم که ذره به ذره متوجه شم. بسیاری وقت که اخبار از رسانه از تلویزیونی اکا تلو و اینا تیر میشه. اینا اینمی چیزا را نمیبینن. همه گیتان باید خنده میکردین با حالی طالب بیشرم بیهیا که در یک محفل که در اونجا کمره هاست ای با دست خود چی میکنه باید خجالت بکشه. یک چیز بسیار واضحی است که از کوها پایان شده اینا آرزوی تسلط و گرفتن افغانستان دارن. متوجه شون که خب باشین که من ببینم که در فیسبوک شما متوجه شدین یا نشدین. خب این متوجه شدین. بله کلید صدا به دست زمین آدم است. بله یقینا. خب کسایی که متوجه شدین خب بسیار خوب. بسیار جالب آفرین. خب باشین که من میری جواب بگویم. بله برای خط هستین بفرمایین. بله دیدیم چرا تلفن های صحب نمیگه. ما شما از کجا برنامه من رو میبینین هموطن گل؟ از لس آنجلس. اسم شما؟ خدا معرفی کنین. بیان؟ اوکی. اما شما وقتی که برنامه من رو میبینین شما میشنوین که من یک صد بار میگم که وقتی که لینا رو باز کردم با زنگ بزنین. وقتی یک آقای پشتو زبان فارسی گپ میزد. نه 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 پشتو زبان یک طرف بانین. من شما سوال میکنم وقتی من میگم که من وقتی لینا رو باز کردم با زنگ بزنین. اما شما زنگ زدن میرین هیچ یک احترام به یک زن نمیکنین. چرا؟ نه 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 اگه شما برنامه رو میبینین یقینا ما گفتم اینو شما زنگ زدن میرین من میگم زنگ نزنین. من میگم زنگ ترجمان تلفن کرد که جواب دادین. نه نه ما هیچ کس رو جواب ندادیم. هر کسی که زنگ زد ما قطع کردیم. اینال چون شما برای خط آمدین و ما باز به موضوعات دیگه میرم بفرمایین صحبتای تا نکنین. موضوع ما میخواستم صحبت کنم درباره حجاب. ببینین ما منظور ما شما نیستین. نه 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 خیر از شما در مورد حجاب گپ میزنین. در مورد هر موضوعی که گپ میزنین ما میشنویم به نظرتان احترام میکنیم. ما که حجاب نمی پوشم پرابلم خودم است. شما که حجاب مراجع به حجاب گپ میزنین پرابلم خود شماست. نال بفرمایید. بله منظور ما خدا نخواسته شما نیستین. نه خیر است. داشتن حجاب برای یک زن یک رازی نخواسته. خب منظورتان اول بگید منظورتان از حجاب چی است؟ حجاب که میروی خودم میپوشانن نگذره برجستگی های بدن خودم خانم میپوشن. خب اینال در کجای سه در کدام آیت قرآن شریف نشته شده که خانم ها نه 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 وقتی که ما شما گپ میزنیم باید با ایر شما خواهد با این صحبت که میکنیم برادر گل ما. خب شما به حساب اسلامی میگین ایر در قرآن خواندین. اینال بر ما بگوین که در کدام آیت قرآن نشته شده که زن باید روی خود بپیچانه پاپ کنه بگوین. شما پوش نمیکنین گپ خودتون گپ میزنین دیگه. ما از روی قرآن و حدیث و آیت چیزا نمیگم. خب از روی چی میگین؟ از روی چی میگین؟ برادر ما و شما باید گفتمان داشته باشین. من گپ شما رو نمیشم. از روی چی میگین برادر؟ به خاطر از اینکه مردا همیشه از طریق چشم تحریک میشن و خانم ها از طریق لمس تحریک میشن. بلا در پس اون مردی که از طریق چشم تحریک شود چشمای خود پایین بندازه طرف توسط طرف یک زن نامحرم سعی نکنه به خاطر از اینکه اینی در قرآن است. خب بفرمایید. حالا که با حالت به حجاب مبرای بیرون و یک ذره فیشن چیزا هم دارد ده ها صد ها چشم به طرفش خیره میشه. آها یک غریزه جنسی است که مردا از خب هو کیرز این مردای این تنها مردای مسلمان است برادر. تو بیا در در لس آنجلس هم زندگی میکنی در میلاب بحر برو. اگر در لب بر میری که زنا
با این که یک تکگک برجستگی های وجود خودم میپیچانن اتا یک مرد به طرفشان نگاه نمیکنن. این کل کل مشکلات مسلمان هاست که زن چادر بپوشه، زن ناقص العقل است، زن ایره پت کنه، زن ایره پت کنه، مگر مرد ای چیز پت نکنه. همی طالب دیدین که همیال با دست خود با سامان های خود بازی میکرد در یک رسانه، چرا ایره چیز نگفتین؟ تشکر برادر، من هیچ این فلسفه رو خوش ندارم، هیچ فلسفه رو من به اساس عقل و منطق قبول میکنم. بله بفرمایید، بری خط هستین. سلام سجی عزیز، روزت بخیر جان. سلام، شما چی حال دارین؟ خدا معرفی کنین از کجا گپ میزنین؟ جمشید هستم، از ویرجینیا زنگ میزنم. بفرمایید جمشید جان. میره بانید جمشید جان، من زنگ زدم بر ارتباط همو برادری که به حساب جاب زنگ زده بودم. بله. ما از اونا سوال کردیم که در کجای قرآن گفتن، اونا از قرآن خبر ندارن، صرف بابیشان برشان گفته که شما در وقتی که زن گرفتین یا دختر تا کلام شد باید حجاب داشته باشن یا حجاب کنن. اینا را فقط به طور ارثی میراثی از دیگرها مختن، از دین چیز نمیفهمن. از خو یک نو همون گپ برادر ما یک کسره به هم به من هم بود که زن کارایش میکنه از زن که چادر ندارم ایچ چطور از چی کارت بر من هم یک نو کسره خود از زد ایس اوکی خیر از فرق نمیکنم. من فقط میخواستم امی را بگویم که اینا واقعی میخوان در ای رقم حماقت در ای رقم نی خب بانی نه هر کس نظرش به سرش تاخت. از اونا سوال کردیم که من بگویم در کجا همی گپ زده از دانشان واز مانده بود جواب نداشت. مگر بانین که اونا هر کس که هر چیز میگه بانین سرشان تاخت تاز نکنین، شما اون قضاوت تانه کردین. یک دنیا ممنون و سپاسگزار از تلفنتان. بفرمایین بری خط هستین هموطن گل. بله سلام علیکم سجاد. سلام جان من، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خوب هستی؟ خوب. اول جان. بگویم که نام خود امروز مقبول شدی. آه چشمایت مقبول از قند من. و دومی که بی برادر که راجع به حجاب اسلامی یا گپ میزنم، من یک پیغام به تمام جمعیت دارم. آها. اگر شما دانایتان رو میخواید که حجاب باشه و در مملکت حجابی زندگی کنید، میره بری که تشریف ببرید در مملکت اسلامی زندگی کنید. یقینا نامدین در این محال زندگی میکنید و هر زن هم که شما در بازار کار میکنم در بازار که میبینید مثل یک ایوان وشی رو طرف از سر میکنید که زن من حجاب داره تو نداری. یقینا امی مثال ما گفتم که ما شما از کجا زنگ میزنین خواهر گل؟ از کالیفرنیا. از کالیفرنیا. حال شما دمی لب بحر برین امی خانمای امریکایی رو دیدین که چی رقم می آید با... نه امی مردا امی مردای امریکایی به طرف شان حتی سیلم میکنن نمیکنن خوی ایچ وقت دیگه هستن. تشکر قند من یک دنیا ممنون. تشکر جانم، لطف کردین مهربانی کردین. بفرمایین بری خط هستین. بله. از کجا زنگ میزنی خواهر گل ما؟ خدا معرفی کو بفرمایید. سلام سلام مریم هستم از ویرجینیا صحبت. مریم جان چی حال داری؟ خوب هستی؟ تشکر، زنده باشین. میبخشید من به ارتباط کردنی آقا که از خاطر حجاب صحبت کرده بود. بله. که خودش در لس آنجلس زندگی میکنه. خود سعیف برو زنای افغان یا زنای مسلمان حجاب میپوشه تو وقتی که از خاطر که مردم میبینه او نمیخوام تحریک میشه. تو در بابای امریکا چه تو خود تمام زنای امریکایی رو میبینی بازم تو تحریک میشه. آله سعی کنین من یک سوال میکنم، امی طالبه که من گذاشتم امی طالب چی کرد با سی ثانیه سی ثانیه شما دیدین که طالب چی میکرد؟ بله یا بله. خب اناله اگر امی آریانا یک پیرانا پوشید آریانا سعید چی حال کردن در سرش؟ چرا این کلپ اینه مقدر کوتاه نمیکنن با تمام شبکات اجتماعی نمیمانن که اینه طالب که چی میکنن؟ ایتس اوکی بر مرد اوکی است، بر زن اوکی نیست؟ اگر می کار یک زن میکرد فوزیه کوفی در این محفل در این دوها می کار میکرد او مای گاد چی حال میشد سر فوزیه کوفی. اما چرا این طالبه چیزی کس نمیگه؟ چرا؟ تشکر عزیزم، من مهربانی کردین از زنگتان. بله بفرمایین بری خط هستین هموطن گل، از کجا زنگ میزنید؟ سلام، صدای تلویزیونتان رو پخش کنین که من صدای دلخراش خدا شنیدم. میره با... کی هستین؟ جان محمد. او جان محمد جان اول همی تلیم لا خیلی جان قربانه روی کلم چطور هستی که قدر شدن تو شه ساله؟ تشکر، خودت چی حال داری؟ شما چی دوانه داشتیم؟ چی وقتهایی بود؟
خودت در امی نوردن کالیفرنیا یگان پارتی میدیدم خودگا مگ ما و شما خو رفت آمد و چیز خو نداشتیم جان ماما جان خب نه در اون پارتی میدید ساعت ما و یک کلیه میدیدیم خودت هم میدیدیم یک دقیقه سلام علیکی میکردی پشت کلا این خب صحبت میکردی یا نه بله فضله بیتار سلام بگید فضله فضل کی؟ فضله که رسولان که داشت نه که اگوز آمده بود کنار خوردی ما یاد به نمانده که ما در کدام رستی در نوردن کالیفرنیا در نوردن کالیفرنیا ما عاشق هموطنای نوردن کالیفرنیا هستم در رستورانتاشون که رفتیم بسیار محبت کردن برای هموطن عزیز ما که رستوران دارن از طرف ما بسیار زیاد سلام بگو متاسفانه یادم نمانده قربانت در دیوانان کار میکنی آله؟ نه خب از این یافر بولانی رخ بسال هست که خودت بر من میکنی اما تشکر جان ماما جانگال یک دنیا از این که زن جدید یک بولانی میتو اگل میکنی آره چه تشکر یک دنیا مست تشکر جان ماما جانگال میربانی کنی زنده باشی با من خدا خب هموطنهای عزیز در مورد هموطن گل ما که راجع به حجاب گپ زد وقتی یک آدم میخواه از نقطه نظر دین، از نقطه نظر مذهب، قرآن، خدا، پیغمبر راجع به حجاب گپ بزنه باید بیایه به سند، اسناد، آیات اینا صحبت کنه ما یک آدمی که بیایه که بگویه که والا مردا طرف زنا میبینن و مردا چشم خود کور کنن به خاطر که اگه ببینن باز گناهکار میشن یار رایی راز گفته بود بله بفرمایین بری خط هستین از کجا زنگ میزنین؟ سلام از کجا مهربانی از کجا زنگ میزنی هموطن گل سر ما از جرمنی فرانکفورت پلاوردک هستم آقای وردک بفرمایید ما سر بسیار انتقاد دارم کسی که راجع به خانم ها به جای بس میکنن از آدم ها خراب میکنن با برای برمیتی چی غرص یه خانم با چادر دارن ندارن آرایش کرده به تیش مربوط بود هموطن گلای از این هموطن ما نیست یک ملادایی بود در مابین افغانستان که من نمیفهم رو خدا زده حال کجا هست اونمون میگفت که یک زنی که مقابل کمره میشینه شوهرش دووس است شوهرش بیغیرت است یک زنی که رویش معلوم میشه شوهرش بیغیرت است کوی بیچاره اون از اونا یاد گرفتن همین هموطن ما طرفدار بسیار شدید طالبا است فکر میکنم این سال پست نه آرش حیدر از در پروگرام زنگ میزنه ولی که پای دیره میزنه اول تو بگو که تو همی نماز و صبح خوندی چرا که پشت دین میگرده نمی این از مملکت خراب شده تو کافر هستی ما مسلمان هستی تو برو وضو کنه پدر کل نه هموطن گل خواهش میکنم فتح کلام مراد کنید بفرمایین بری خط هستین از کجا زنگ میزنین خدا معرفی کنین سجیه جان عرض سلام مدب سلام چی حال دارین خوب هستین صدتان خوب گل واقعی آمستم شما رجنی آزمت میتم بله وقت داری از تفسیری کوتاه دارم سر مشرفانی و حکومت موسی شفیع چرا نی سر موضوع یمی بند کمال خان بله بفرمایید سجاد جان وقتی که موسی شفیع صدر اعظم افغانستان شد از یک کشیدگی که ما همراه ایرانی از 180 سال به طرف بخاطر موضوع آب هلمند داشتیم بله موسی شفیع به یک زرنگی خاص موضوع قرار داره آب هلمند در قسم الفصل کرد که مقدار آبی که طرف ایران میرفت که از 28 متر مکعب به 26 رسند و $2 بیلیون از ایران گرفت خطاهن از خورم شهر بیاره اسلام قلا، ایراد، قندار، کابل و دوتورخم وصل کنم بله و در اینجا خدا شاید از خوب یادم است که اتمن ممکن خودتان فرمدازی ایره بخاطر داشته باشی کمونستا و تحریک ببرک در پارک زرنگار او وقت من اگر در افغانستان در زمان ببرک نبودم نه ببرک بوده وکیل شورا بوده دوران پادشاه را برمیدم در این که ببرک کمونستا در پارک زرنگار مظاهره را برانداختم و موسی شفیق به فروش آبرو فروش یادم است که بسیار موسی شفیق که یکی از صدر اعظم های بهترین در افغانستان بود او را آب فروش میگفتن بله یادم است دوران مهم ظاهرشاه و موسی شفیق همین موضوع آب هلمند بله اما بی وقتی که خودی کمونستا ببرک کارمل اینا نوبت شان رسید نه تنها اینا که یک بلد خطا هم در افغانستان آورده نتانستن ما شما ایدیم که افغانستان هم به چی ها رو به چی روز رسانه چنانچه امروز من امراه یکی از کمونستا جرابه هست که مکنون شما دمی طول چا
14 سال پادشاهیتان چی کردین برای ما؟ برای ما میگه که ظاهر شاد میتونی 40 سال پادشاهی خود چی کرد خوب گفت بیخ یک طرف میمونیم امین امروز که ما و شما سر امی اشرف غنی تقریبا کبر میکنیم خدا شاید اگر می آدم بانن می آدم پلانای موسی پلانای داود خان و پلانای امان الله خان در افغانستان می حق تطبیق کنن در می مدت 5 سال پادشاهی خود یا ریاست جمهوری خود یادم بند کمال خان تکمیل کرد که اون به هزارها هکتار زمین زیر آب شد بند سلما را تکمیل کرد که 85 هزار هکتار زمین زیر آب شد قصف دارلمان ساخت خط آهن تا مزار شریف آورده و طرف میمنه و طرف ایراد امتداد دارم این موضوع پایپلاین زیر کار است باز بندهای دیگه در افغانستان زیر کار است که اگر یک چند سال دیگه وقت بدن ممکن است کمی آدم چهره افغانستان تا اندازه تغییر بدم اما این طالبای کسی و فواتن فروش بسه که ماقام که بشه برای خود تلفون کردم نفر اول بلی. یا من جمعه دیم طالب طالباست که نا کسا در کار نمیمانم اگر امی عرج و مرد در افغانستان پس شده ممکن است کمی چهره افغانستان تغییر کنه دیگه من زیادتر اگر قرار بزن وقت زیادتر میربان هستین تشکر یک دنیا زنده باشین هستین من برای خود تو برای بیننده های محترم میمانم که در سلیه موضوع اگر میخواید گپ بزنی تفسر کنید تشکر زنده باشین هموطن گل شما تا جایی که بود در مسئله بند گفتین یا پروژه‌ای که در این زمان در زمان اشرف غنی میشه گفتین متاسفانه جنگ کشتار آنقدر زیاد است که گفتم سر از اینا خاک انداخته شده بله بفرمایین بری خط هستین بفرمایین بری خط هستین از کجا زنگ میزنین هلو اوکی خب اینال بین که راجع به مسائل افغانستان صحبت کنیم مخصوصا در مسئله حکومت موقت خب شما امروز میفهمین که یا گدی حکومت موقت میگن و حکومت موقت میگن و حکومت موقت میگن و جان میدن اینا البته یک تعداد وطن فروش هستن یک تعداد خائن هستن که اینا به خاطر بقای خود به خاطر منافع شخصی خود که منافعشان در خطر میفته اینا حکومت موقت میگن و کسایی که حکومت موقت میگن یقینا ما و شما دیگه میفهمیم که در تلویزیون ها میبینیم که کدام اشخاص از در افغانستان که همین حکومت موقت در هفته گذشته رئیس پارلمان افغانستان که اصلا هیچ حق نداره که بیایه و راجع به یک حکومت موقت گپ بزنه و بگویه که ما حکومت موقت حمایت میکنم تلفونتان را آله نمیگیرم بعد از اینکه اینمی اصلا را راجع بهش صحبت کردم باز نظرتان در این مسئله میگیرم در مسئله حکومت موقت خب دو خانم در افغانستان با صدای رسا با صدای بلند یک مشت زدن به دهن رئیس پارلمان افغانستان که نامش رحمانی است که موقت میخواید حکومت موقت میخواید با خدا امی آدم بعض وقت که گپ میزنه شما باور کنین از روی ورق میخونه یعنی اگر از روی ورق نخونه و ای عادی گپ بزنه شما میبینین که ای آدم چی رقم صحبت میکنه که دلتان از دنیا سیاه میشه که رئیس پارلمان یک مملکت حتی گپ خدا یاد نداره که بزنه یکی از این خانما به نام مریم سما که نماینده کابل است و ای راجع به می حکومت موقت باشین که ما چی کردم بسیار می بخشیم یک ثانیه باشین تا ما پیدا کنم هم تلفون جواب بگویم بفرمایین برای خط هستین هلو با معذرت که ما می کلپ دانلود نکردیم ما باید این رو دانلود کنم امکان نداره یک ثانیه صبر کنیم ببخشید که من پیدایش کنم عجیب است که از پیش من ماند که من رو بسیار صحبت های از این خوش ما مرد اوکی. خب خدا کنه یک موضوع دیگه هم وطن های عزیز من خدمتتان عرض کنم که واقعا این دیگه بسیار رنجاور است که امروز یوتیوب برای یکدی پول میتر 100 دلار 200 دلار 50 دلار اینا چی میکنن که
همین مسائل داغه باز عکسایش میگیرن در یوتیوب میمانن و راست و دروغ نشته میکنن به خاطر که یوتیوب برشان یک 20 دلار روان کنه. امی هر چیزی که زیاد شد مردار شد، باور کنید که این مردار شد. آله من این امی کلپ هم میگذارم، این خانم در مبین فیسبوک گپ زده یا این خانم در ولیس در پارلمان گپ زده، آله چرا امی صحبت از این در یوتیوب بره که سر از این پیسه پیدا کنه؟ من این کلپ هم میگذارم، امیدوار هستم که کدام کپی رایت و چیزی نداشته باشه که شما بشنوین که خانم با چی صدای رسا در مورد حکومت موقت به رئیس پارلمان افغانستان که رحمانی است چی میگه. با ما باشید. موضع مجلس در قبال صلح و نظارت از این روند که بعد نوشتن هم باید تاییدیه مجلس عمومی را میگرفت که چنین نشد. تمام این موارد یکی پی دیگری خلاف اصول وظایف داخلی است، خلاف در خلاف. دوما کنفرانس برگزار کردید به عنوان رئیس خودخوانده کمیته صلح، حمایت از حکومت موقت کردید. جناب رحمانی پاسخ بگویید به ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس، از کدام و گروه یا کشور دستور میگیرید که چنین بر ضد منافع مردم در شرایط اساس گپ میزنید؟ از جایگاهتان سوء استفاده میکنید. این خیانت است به جایگاه ولیسی جرگه به عنوان رئیس. مردم تجربه تلخ و زشت حکومت موقت را دارند و اینکه بعد از حکومت موقت نظام چطور از هم پاشید. نظام فعلی در نتیجه قربانی شدن فرزندان این سرزمین به دست آمده و حفظ آن به معنای ارج‌گذاری به خون شهیدان است. آیا شما درکی از این ارزش به این بزرگی را ندارید؟ اگر چنین است، محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید که کشور را به بحران و جنگ نبرید. کمیته فرمایشی به اصطلاح صلح فوراً لغو شود. فریب ایران و پاکستان را نخورید. بلندگوهایشان این روزها جدی به صدا در آمده اما پیروز نخواهند شد. جناب رحمانی افتخار است که برای نظام کار کنید تا یکی برای یک بیگانه و یا دشمن کار کنید. شما نمیتونید که رد بکنید این مسئله را که حمایت نکردید، چون هم ویدیو دارید. بله آفرین به ای خانم، به مریم جان سما، مریم جان سماس فکر میکنم. آفرین، چی صحبت های مقبول کرد و به می دهن رئیس پارلمان همه تو کوبید. این بینی ترتیبی که یک آدم صحبت کنه، اینی یک زدن است، اینی یک مشت به دهن یک زدن. ضروری نیست که فستت مشتت بگیری به دهن یک کس بزنی، با گب زدن، با گفتمان به دهن یک کس. اینال به خاطر که این خانم، شما متوجه شدین که وقتی این خانم صحبت میکنه مریم جان، بعد از او باز رحمانی هه 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 با گرش خان برش میگه که آیا این گپ خودت بود یا از اداره امور؟ شما میفهمین که در افغانستان یک عده مردای هستن که اینا کوچکترین اعتماد به نفس ندارن. اینا فکر میکنن که یک زن وقتی که یک گپ میزنه ای پر شده، این یک آدم پر کرده. اما به رقم اصطلاحی بگویم که گپ که یعنی این اداره امور تره، یعنی گپ ها رو به یادت دادن. اما در افغانستان میگن که او این بسیار پر کردن. این یک طرز تفکر یگان آدم های بسیار لاودست که فکر میکنن که یک زن وقتی که به تو یک شجاعت استاد میشه گپ میزنه ولای پر شده و رایی را یاد دادن. نخیر، امروز آنقدر که زن عقل داره، اونم مردایی که اینمی رقم طرز تفکر دارن که فکر میکنن که زن پر میشه و از کلی خود نمیگه و از کلی یک از دیگه میگه، اونم ور مردای احمق در دنیا میافت نمیشه. امروز زن در امریکا معاون رئیس جمهور است، معاون رئیس جمهور. لطفا در چی زنگ نزنین، در MSN است چی براز، در مسنجر. امروز در این مملکت یک زن معاون رئیس جمهور است. امروز در یکی از ممالک اروپایی، البته اروپای شرقی، یک زن رئیس جمهور است. اندرا گاندی رئیس صدر اعظم هندوستان بود، نمیفهمم، بوتور صدر اعظم پاکستان بود. شما مردا چی دکلیتان؟
همین رقم مردارم میگم من با تمام هموطنهای ما احترام دارم، فکر نمیکنم که تمام هموطنهای ما هم چی صحبت را کنن که فکر کنن که یک زن که وقتی یک صحبت میکنه اتمنو پر شده او را یاد دادن. نخیر اینال به ارتباط از این که یادم خندگه که خدا کرد ها 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 شما مهورم متاسفانه ندارم یادارم گوره برتان بارو با یک خنده بسیار رشخند ابتی یک خنده که بدت بیایه خوی را خودت میگی یا این را اداری امور یاد داده. اما وقتی که من نمیفهم که دیگه چی توهین به مریم جان کرده که ببخشید که یک خانم دیگه نازنین در افغانستان است به نام ویدا سحر، ویدا جان گل عزیز نازنین که همیشه به مقابل بدبختی ها به مقابل بیچارگی ها مبارزه داره، ای باز دیگه بسیار زیبا و مقبول جواب رئیس پارلمان داده. اموطنهای عزیز ازتان خواهش میکنم کی گپ میزنه در اینجا مثلا گپ میشنم ازتان خواهش میکنم و تمنا میکنم که یک فیور بر ما کنین، این صحبت های از این خانم دقیق بشنوین و من نمیفهم یک صدای گپ زدن بود نمیفهم در کجا بود. خب بیاین این شما و این کلپ و من بر میگردم با شما میباشم در مسائل حکومت موقت و زنگام نزنین به خاطر از این که من زنگ جواب نمیگم. با ما باشم دوستان نهایت عزیز و مخاطبین عزیز سلام. قبل از اینکه من بپردازم به موضوع اصلی، من داخل افغانستان هستم و مدت یک سال میشه که مثل بقیه فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی در لیست خطر و تهدید جانی به سر میبرم. موضوعی که این بار میخوایم به او بپردازم این است که خطاب به میررحمان رحمانی است که جناب آقای رحمانی هنوز بلد نشدی که حوزه سیاسی حوزه تجارتی نیست. حوزه تجارت شاید بتونی که چنه بزنی مفادت در رو تعیین بکنی، مفاد پولی البته و مفاد هم در مفاد سیاسی باید دانش وجود داشته باشه، باید چهار تا کتاب بخونه آدم، باید سوادش آدم داشته باشه، حداقل تجربهش آدم داشته باشه. ولی آقای میررحمان از آن جایی که با او خودت یک زمان با هم مبارزه کردیم برای رسیدن به پارلمان، من تو را خوب میشناسم که تو خودت یک دکاندار هستی و تا حالا مجلس میگی و خیلی از الفاظ که نیم و نیم کلا داشت میکنیم هنوز حاکم بر ادبیات عادی و ابتدایی مکتب نیستی. خودت زمانی که میخوایی یک خانم وکیل یا یک خانم سیاسی را یا خانم فعال در حوزه سیاسی نقد بکنی تحت تاثیر فضای عامی فیسبوکی قرار گرفته نباش. لطفا کمی فکر بکن و تلاش کن فکر نکنی که پارلمان خانه پدرت است و زنای رو که جلیل نیو سیاسر هست، چنانچه برای همه هم برای وکیلا و وکیل سایبا سیاسر خطاب میکنی. حمله اخیرت یا پاسخ اخیرت به مریم سما، به خانم ریحانه آزاد، به خیلی از خانمهای دیگه که در پارلمان با عنوان فعال سیاسی یا وکیل مردم در اونجا حضور دارن، رفتارت یک رفتار کوچه خیابانی هست و رفتارت هم مستقیما حمله جنسی شفاهی است و این جرم است و امیدوار هستم که از طریق این کلیپ سارنوالی ما و خشونت علیه زنان این مسئله رو دنبال بکنن و از خودت بپرسن که با چه حقی با چه مستی میایی خانم های فعال سیاسی را حق و حرمت جنسی و جنسیتی میکنی. من فکر میکنم که اگر نقد سیاسی کرده نمیتونی، اگر مشکل اصلی تا با اونا به عنوان یک نقد مطرح کرده نمیتونی، زبان و گفتگوی سیاسی و گفتمان سیاسی را بلد نیستی، حداقل از فضای عامی خانوادیت و از فضای عامی درون قومی و درون کوچگی و درون فیسبوکی باید بیرون بیایی و وارد یک فضای اصیل سیاسی دانشی شوی، به خاطر که حیثیت مردم افغانستان و زنان افغانستان مطرح است. و امیدوار هستم به عنوان حرف آخر ای که فعالین حقوق زن و کلای زن داخل پارلمان، سارنوالی مهد خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان و بقیه نهادها و خود کمیسیون مهد خشونت علیه زنان داخل پارلمان موضوع جدی بگیرن و از آقای
امیر رحمان رحمانی موضوع رو بپرسند که در جلو روی تریبیون در ساعات رسمی کاری چطور میتونه که حق حرمت جنسی بکنه مردم ها. این مستقیما اول اینکه جرم است از نگاه خشونت قوانین و مقررات خشونت جنسی علیه زنان و بحث بعدی این واقعا حکم قذف داره. حکم قذف برای او تهمتگر جنسی است که بر زن یا مرد بختان جنسی ببنده در اسلام که نه سندی داشته باشه و نه شاهدی. و آقای میر رحمان رحمانی 80 دوره داری امی لحظه در حکم قذف. به هر ترتیبش امیدوار هستم موضوع رو جدی بگیریم. من بسیار متاسف هستم. بله اما تنهای عزیزی خانم نازنین ویدا جان از صحبتش شنیدین به پیامش برای رئیس پارلمان بود. رئیس پارلمان باید صحبتهای ویدا جان بشنوه که ویدا جان چی برش گفت. خب به هر صورت اینال میریم سر حکومت موقت گپ میزنیم که در این روزا شما میشنوین که حکومت موقت از طرف یگدی در افغانستان و همچنان از طرف طالبا ایجاد یک نظام اسلامی فراگیر. امی ایجاد یک نظام اسلامی فراگیر مثلا نفهمیدم که چی مانا داره. فراگیر یعنی چی؟ در افغانستان ما یک مملکت هستیم که به یک باغ شباهت داریم. در این مملکت گلای رنگارنگ است که پشتون است که تاجک است که هزاره است که ازبک است که نمیفهمم پشه ایست که این است که آن است. خب حالا امی فراگیر کیا میگن؟ فراگیر یعنی از هر قوم باید باشنی؟ حالا شما کدام خانم را میبینین که در این از طرف خود طالبا یا میبینین که در امی نشسته که اینا میرن و میاین و این طرف میرن و این طرف میرن شما میبینین از دیگه اقوام میبینین غیر از خودشان؟ مملکت عزیز ما یک چیز است که یک پرابلم نداره که ما راجع به یک پرابلم گپ بزنیم، چنانچه که من گفتم که صدها پرابلم داره. مثلا جنگ بسیار به شدت ادامه داره، اقتصاد بسیار خراب است، بیکاری، فقر، بیچارگی، نبود امنیت و بدتر از او این ویروس کرونا که طالبا هم ویروس کرونا هستند. کسایی که حکومت موقت میخواین، یگدی حکومت موقت میخواین، یگدی امین نظام جمهوری را میخواین و یگدی هم امارات طالبانی را میخواین. امارات طالبانی و طالبا که هر روز یک نظام اسلامی فراگیر میگن، حالا چرا تشریح نمیکنن که نظام اسلامی فراگیر چی است؟ خالی میری در دبی، برو در دبی یک دفعه بیبی کار دارم اونجا میام مملکت اسلامی است. حالا یک دفعه برین در ترکیه و اردوغان هم اینا رو دعوت کن که یک دفعه به ترکیه اینا بیاین. کیا یک حکومت فراگیر میگن؟ فراگیر چی هدف دارین از این صحبت های احمقانه تان؟ گپ در اینجاست که من براتان بگویم که اگر کسایی که امارات اسلامی میخواین یا کسایی که نمیفهمم جمهوریت میخواین یا کسایی که حکومت موقت میخواین باید بفهمین او هم وطنهای گل که قیزه در دست امریکاست. چیزی که امریکا میخواین و نمت میشم. آیا شما به خاطر دارین که وقت آمد کرزی در امو کوهای اروزگان بود، من چه اروزگان کوه داره یا نداره، یا در سرکای اروزگان بود یا در جاده های اروزگان بود، یک دفعه برش تلفن کردن که آمد کرزی هستی؟ گفت بله صاحب. گفت که تو رئیس جمهور افغانستان شدی؟ آمد کرزی زوف کرد، باور نکرد که او مای گاد من رئیس جمهور افغانستان. او قیزه به دست امریکا بود. اینال وقتی کمی انتخابات بین دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله شد که دکتر عبدالله میگفت قطع تکت شعب ما تقلب نمیپذیرم. اما دیدین که جان کری رفت افغانستان و قیزه به دستش بود، یک حکومت عین و غین، یک حکومت 50-50 ساخت که امو حکومت 50-50 برخلاف قانون اساسی افغانستان است. مگر اونا چی رای میزنن؟ چیزی که منافع خودشان باشه. خب پادشاهی که امی پادشاهی نیمه به غنی داد و نیمه پادشاهی را برای دکتر عبدالله داد، مردم افغانستان در این چند دهه متاسفانه اینا نه تصمیم گیرنده هستن، متاسفانه مردم افغانستان نه صدا دارن،
نه گپ زده میتونن، نه چیز کرده میتونن و از جنگ هم خسته شدن. بازم فراموش نکنیم که امو که میگه کسی که نان داد فرمان داد. امریکا امروز نان میتن بر مردم افغانستان، فرمان هم میتن. امروز از سر اشرف غنی تا یک پیاده امروز پولش از کجا میره؟ از اینمی امریکا کونمونا معاش دارن و نان میخورن. یک گانه چانس طلایی که فعلا از اینمیست که طالبای آدمکش از سر خرایتان پایان شوین و شما با دولت افغانستان مذاکره کنین و از وقتی مذاکره را میکنین یک آتش بس اعلان کنین و جنگ ختم کنین. اینی یگانه راست. ای کال اختار میتی که ما جنگ میکنم و ما اگر امریکا توافق نامه ما را نقض کنه ما جنگ میکنم. Who cares که جنگ میکنی؟ برو بلا در پس جنگ کن. به این 20 سال جنگ نکردی؟ یعنی تا به حال جنگ نکردی؟ دیدی که یک آزمایش بسیار خوب برای شما طالبای احمق بود که شما گفتین والا ما تا حال بعد از توافق نامه ما یک امریکایی رو نکشتیم، اما جهادتان به مقابل امریکایی بود. اما هر روز بعد از توافق نامه دوحه که با خلیلزاد کردین هر روز مردمش مظلوم بیچاره افغانستان نیروهای امنیتی را هر روز کشتین. طالبای آدم کش به عوض مذاکره اینا چی میکنن؟ اینا دیگه رای سفرها را گرفتن. ای ملا برادرش است، ملا خواهرش است، ملا مادرش است، چی بلاست؟ ای آل با یک هیئت اینا بسیار به ترکمنستان رفتن. ترکمنستان بسیار ای گپ امی نفر طالبا بر ما بسیار زیاد جالب است که ببینیم که اینا چقدر احمقانه گپ میزنن. از برای خدا تلفن جواب نمیگم، بعد از اون باز میگم پلینا رو باز میکنم، باز زنگ بزنین. سخنگوی از اینا که نامش شاهین است یا هر بلایی که است، ای گفته که ما در امی ترکمنستان گفتن که ما از یک سوی میخواییم که استقلال افغانستان بگیریم، استقلال یا در فکر استقلال افغانستان است. 2500 طالب 2500 امریکایی در افغانستان است همراه یک چند نفر ناتو. خب اونا خودشان بالاخره میبرایند دیگه، مثل که از هر مملکتی که بودن برامدن و اینا فکر میکنن که اینا یار شکست دادن و یک قالمقال از دریم تلفن ها من نمیفهمم که کجا هست، ببخشید. از سوی دیگر گفته که ما تلاش میکنیم برای خوشبختی مردم ما. این فکر نمیکنین که یک جوک است؟ برای خوشبختی مردم اینا و تمام پروژه ها را گفتن که ما حفاظت میکنیم. شما پروژه ها را حفاظت میکنین؟ چیز پلی که ساخته میشه، سرکی که ساخته میشه، مکتبی که ساخته میشه، عمارتی که ساخته میشه، شما او را عروس تخریب میکنین. به ترکمنستان گفته که ما برای تامین پروژه تاپی و تمام پروژه ها ما اینا این پروژه ها را حفاظت میکنیم. خانه خرابا، شما خانه خرابی کردین. آسیبی که شما بر افغانستان رساندین غیر قابل باور است. آسیبی که به می مذاکرات که از که تمام مردم چشم امیدشان به طرف دوحه بود که باش که یک سال ها بیایه و شما این سال ها را یعنی از میز مذاکره گریختین و مملکت به مملکت میرین. من نمیفهم خدا به کلای پوچ از یا چی میگرده که ممالک ما را سپورت میکنه که سبا ما پادشاه میشیم و امارات اسلامی میشیم و سپورت کردن نخیر. ولاغ امریکا بانیتان، حالا ببینین که سرتان چی گپاست. با آدمکشا مذاکره کردن هم رای از آدمکشا اصلا بیهوده است. ای فیف وقت امی بیچارهایی که رفتن به کجا بود که رفتن، حالا شما ببینین که این باز اعلان جنگ است. یک مطالعه از طرف یک کمیته مطالعه بود نامش یادم رفت، اینا نظر به پیشنهاد کانگرس امریکا، اینا یک راپور به کانگرس دادن و گفتن که طالبا باید امریکایی‌ها شتاب زده از افغانستان نبره به خاطر از اینکه امکانات جنگای داخلی میره. وقتی این راپور طالبای آدم کشنید فوراً اینا یک اعلامیه دادن و گفتن که اگر امی توافق نامه نقض شوه بین ما و امریکا، اینه دیگه ما جنگای خود شروع میکنیم. باز اما قماندانای خودم در هر گوشه و کنار افغانستان که از اونا رام
یعنی برشان اول روان کرده که شما آمادگی جنگ بگیرین که باز اینا مقابل امریکایی یا ناتو خود مقابل دولت افغانستان خود جنگ میکنن، اما اینا که با مقابل امریکایی باز جنگ شروع میکنن. باز از این طرف دولت افغانستان، مسئولان ارشد نهادهای امنیتی افغانستان اینا میگن که شما ببینین، همین کلپ برتان میگذارم، از یک طرف طالب میگن ما جنگ شروع میکنیم، طالب خود جنگ میکنه anyway، آلی ای بیچارام جنگ اینه ما باز جنگ شروع میکنیم. آل من نمیفهم که تا آل شما جنگای شما با کجا رسیده که طالب تار و مار میکردین، طالب آدم خور تار و مار میکردین، به خاطر اینکه طالب لیاقت از این نداره که تا نزدیک افغانستان هم شود. شما ببینین این کلپ که در مورد ای که آمادگی جنگ به مقابل طالب گرفته میشه، و اگر بایدن یک امی دو حرک قرار داده که بین طالب و امریکا شده، اگر ایره ببینه و خوشش نبیایه و بگه نه ما ایره قبول نداریم، یکی امی دمی فرقتان یک سنگ خور طالبا و چی خوشحال بودین و چقدر عزم می بردین که والا اینه دیگه ما میریم و پس مملکت طالبانی شروع میشه و با گفته خودتان یک نظام اسلامی فراگیر که دست بولشت است شروع میشه. اینال وقتی که امریکا اگر بگویه نه باد از همین جنگ که بین افغان و افغان است، اینمی جنگ مرضیت میکنه. طالب به مقابل دولت و دولت اینا هم اگه استاده شدن که ما به مقابل از اینا جنگ میکنیم. و بعد از او باز میاییم که راجع به صحبت های یونس قانونی که در مورد پیامت های حکومت موقت گپ زده بود، راجع به او صحبت میکنم. بعد از او باز لینا رو باز میکنم که شما زنگ بزنین بیاین که بریم این کلپ رو ببینیم. من بر میگردم با شما میباشم، با ما باشین. ادامه جنگ در افغانستان در شرایطی که مذاکرات صلح متوقف شده است و طرف های درگیر از آمادگی ها برای سرکوب همدیگر میگویند. در چنین شرایط وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان گفته است که واشنگتن از صلح حمایت میکند که نتیجه آن آتش بس دائمی باشد. اما مقام های ارشد امنیتی افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک طالبان را به بهانه جویی برای ترک مذاکرات صلح و ادامه جنگ متهم کردند. حیات ما در دوحا نشسته برای همین دلیل که ما نمیخواهیم از میز مذاکره برای کار ما نیست، ولی طالب میز مذاکره را ترک گفته و بهانه‌جویی میکنه و نمیخواهیم به طرف صلح بیاییم. به همین دلیل ما آمادگی های خود داریم بر جنگ. اگر طالب صلح نخواهیم ما مجبور به دفاع مقدس از کشور باشیم. شبکه خبری این بی سی نیز به نقل از سه فرمانده گروه طالبان گزارش داده است که جنگجویان این گروه از تعطیلات زمستانی به میدانهای جنگ فراخوانده شدند. آنان گفتند که جو بایدن نیروهای آمریکایی را بر بنیاد موافقتنامه قطر در ماه می از افغانستان بیرون نمی کند و رهبران طالبان در حال تصمیم گیری درباره راهبرد جدید هستند. طالبان میال جنگ شروع کردن در قندهار، حتی افراد و سرباز و نفر ندارند که در قندهار به ضد نیروهای امنیتی بجنگند، بلکه اونا از فرا و از سایر ولایات افراد کمکی خواستند که خوشبختانه نیروهای امنیتی و دفاعی ضربات محکمی به اونا وارد کرده و تمام قطعات و ظرفیتهایی را که از ولایات دیگه آوردن اونا همه تلف شدن یا در راه یا برسیدن. طالبا رهبریشان در دوحه ششته و وضعیت جنگی و وضعیت سربازای خود خبر نیستند، نه در اوج احوال میگیرند. با این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرده که امریکا به مشارکت پایدار با افغانستان تعهد دارد. پیش از این دولت جدید ایالات متحده امریکا طالبان را به نقض موافقتنامه قطر نیز متهم کرده است. طرفین میکوشند یکدیگر ملامت بسازند، در حقیقت به جنگ روانی تبلیغاتی رو آوردند. هدف از این تشدید حملات تبلیغاتی به دست آوردن بعض مطالبات از طرف جانب مخالف و یا امتیازگیری و یا قبولندان بعض مطالبات به طرف هاست. همزمان با این دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه برای دیدار و گفتگو با مقام های ترکمنستان وارد اشقابات شده است.
در واکنش عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که هیئت طالبان به جای پیشبرد مذاکرات صلح مصروف سفرها و بحث‌های حاشیه‌ای هستند. من فکر می‌کنم این وضعیت با پروسه کمک نمی‌کنه و عملا پروسه با یک بنبست بسیار جدی مواجه هست. اصلا گفتگوی جریان نداره، اصلا تماس وجود نداره. پیش از این هیئتی از گروه طالبان به پاکستان، روسیه و ایران نیز سفر کرده است. هیئت طالبان در جریان سفر به روسیه خواهان استعفای رئیس جمهور غنی و تحویل قدرت به یک اداره موقت شده بودند. خب هموطن عزیز، دیدین صحبتاش شنیدین. بله بفرمایید، برای خط هستین. برای خط هستین، بفرمایید. بفرمایید برای خط هستین. الو. نمیفهم که پرابلم داره تلفن تون چی گپ است. خب به هر صورت یونس قانونی یقینا صحبتاش شنیدین که ای گفت که پیامدهای حکومت موقت باز کردن جاده برای طالباز. هلو، بله بفرمایید. بفرمایید. بله سجیرم، سلام. سلام علیکم، بفرمایید. فرید هستم از تورنتوی کانادا، شما را زحمت چی حال دارین فرید جان؟ خوب هستین؟ بفرمایید. سلامت باشین، روز شما بخیر. موضوع من روز در رابطه با حکومت موقت است. بله. من روز بسیار مقبول زیبا فرمودیم. مردم افغانستان از 3 دهه یا 4 دهه به این طرف حکومت های موقت تجربه کردن. بله. یک حکومتی که در اوبیندی اگر یادتون باشه در دهه 60 اتفاق افتید، حکومت دومی که در دهه 70 در فکر میکنم که ننگرهار جلال آباد به اتفاق افتید. و تا جایی که من میفهم دو حکومت موقت که یکی امی تنظیمای جهادی خانه خراب بود که شهر کابل رو اینان کردن، حکومت موقت دوم کرزی بود از طرف امریکا. بله، این نمی دوم حکومت موقت. حکومت دیگری که بس مزاوری سپاکلی مجدیدی در سال دهه 70 شروعی در آخر دهه 70. ما او رقم حکومت موقت یاد من نیست. او کی بود؟ حکومت موقت کی درست کرده بود؟ در کدام زمان بود؟ در رأسش صدر اعظم عبدالرب سوسیباف بود، وزیر امور دولت موقت بود، مجددی بود. خب نمو حکومت موقت زمان رهبرای تنظیمای خود فروخته بود. بله، و در سال 92 بود. بله. ما کردیم و این روز هم حتی حکومت موقت که در دوره کرزی بود و هم نتیجه مثبت نداده بود و حالا هم این طالبا و میز مذاکره خودخوانده ششتن دید. اصلا این میز مذاکره نیست که هر روز یک گروه نمایندگان دولت در دوحه سر میز مذاکره در عالم انتظار هستن و اینا در بدر خانه به خانه گاهی در این مملکت دونه را در پس میزنن و گاهی از یک مملکت به مملکت دیگه میرن که باید اینا را موضوع پشتیبانی سیاسی مملکت را بگیرن. این هم ناکام هست. اصلا حرف معقول را که شما پیشتر یادآوری کردن که در حکومت موقت یا هر گونه حکومت که صادر شده امریکا هست. یک چیز بسیار واضح است، قضیه به دست امریکا است، هرچی اینه میبخواهی نمیم متبعی شد. بله، مثلا از حکومت دست نشانده امریکا ولو هرچی باشه، حالا دولت جمهوری افغانستان است یا این است یا حکومت دیگه است که مثلا خودشان در زیر سر تیول خود دارن، او در به اصطلاح او حکومت حتمان چیز مثلا حکومت حتمان پلان خود پلان بسیار طویل مدت دارد امریکا و ای که هر بار هر زده میشه که سربازهای خود کاهش میدن و یا ای که سربازها را از افغانستان میکشند و یا ای که یک تحول سیاسی در حکومت امریکا آمده که حالا به تعویض افتیده یا ای که شاید کاهش نده. این موضوعاته که من شما هر روز تحقیق میکنیم در باور به این است که جنگ داخلی در افغانستان به حد جریان داره که هر روز انتحار، انفجار، هر روز کشتن، ریختن و جوانهای روزی ملی، جوانهای پلیس هر روز. تشکر هموطن گل، او رو خب میبینیم میفهمیم که چی حال از در افغانستان. لطف کردین، مهربانی کردین که زنگ زدین، یک دنیا ممنون، سپاسگزارتن. تشکر، بسیار زیاد تشکر. بفرمایین برای خط هستین هموطن گل. خانم سجیا از یادآبی ترام با شما. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایید. قربان شما خانم سجیا. افغانستان
میدان نبرد و خونین قدرت های جهانی است. ما از سال 1979 از دوره برژینسکی آغاز جهاد یا جیمی کارتر بلادن تا امروز ما میبینیم این تصویر سیاه و بدبختی را. اما پیشتر شما گفتیم که خانم سجیه گرامی امریکایی ها طالب و نمیفهمین گروه را به هیچ وجه اجازه چیز اجازه نمیتن و نمیخوان که در افغانستان با وجود بیان. نه امریکایی ها میخواین که اینا داخل همین نظام شدن. من فکر نمی کنم که امارات اسلامی و نمیفهمی جادی یک نظام اسلامی فراگیر و به خاطر از اینکه دمیال کشتن رک طالبا در افغانستان انداخته، امریکایی ها میبینن یک چشمشان خو کور نیست که طالب بدون از اینکه هنوز در مملکت ها نگرفته تا کشتن شروع کرده. بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که یک کشوری به نام قذافی بود، ما شاید تاریخ هستیم، نمردیم، زنده هستیم. یک کشور به نام آیتی بود، کشوری به نام سوریه و عراق و لبنان و یمن افغانستان تکت تکت شدن. بله، همین آقای جو بایدن جنایت را آقای جو بایدن کرده، آقای ترام اوریان صحبت میکرد، قلبی بزرگ داشت، آدم پاک بود، اما حرفای اوریان میزد. لشکر کشی که آقای جو بایدن به او سرزمین ها کرد، تن و بدن این سرزمین به خون میجوشد. کودک اطفالش حتی با مرضای سرطان گرفتارند. مواد شیمیایی، راکت های رادیواکتیو بمباردمان کردن، کشورها را به تاراش کشاندند. همین کابینه آقای جو بایدن را شما یک بار مطالعه کنید، 40% از این لابی اسرائیل است. فاشیست‌ترین، خطرناک‌ترین انسان‌هایی هستند برای کشتار جهان آماده می شوند. جنگ ترویج کرده می روند. بودن طالب داعش پروژه های بخشی انگلیس و امریکا است. 20% تروریسم است. در جایی که فلسفه است، عقل است، خیرات است، علم است، اینا ها از بیخ بنیاد انفجار میدن. جایگزین اختیار در رأس قدرت قرار میدن. رمانی بی سواد، رئیس پارلمان افغانستان. بله. پارلمان یا مجلس نمایندگان صداتش ما میبینیم که در طی 20 سال آقای معمولی کرده یک دوز تاریخ، آقای آمیری کرده دیگر دوز، تعدادی آقای اشرف غنی و دوزان و همین حقوق گیرها در افغانستان در رأس قدرت قرار دارند. آیا با دیگران اینو اجازه میده که در رأس قدرت قرار داشتن؟ آنان که زنانی با سواد، زنانی با دانش اینا در رأس قدرت قرار میدن، به هیچ عنوان نمیده. بخش بی سوادی گروه های تنره و افراطیونی بی سواد، مغزای گنده و پوسیده و تاسیده شون مثل طالب جنایتکاری وحشی. یک ذره کوتاه اگر آقای خراسانی نهایت دست نمیوار دارن. بله، چون شما در تصویر کشورهای اسلامی خوشبختی را نمیبینید. امریکا و انگلیس یا روسیه یا چین، اینها گاوای شیری کار دارن در جنگ‌های نیابتی. مردم بیچاره، ملت‌های مظلوم جهان، کشورهای جهان قربانی از این تقاضا میشوند. شما انتظار را از این امریکا و از این روسیه و از چینش نداشته باشیم. ما یک انسان خردمند کار داریم، ملتی با فرهنگ کار داریم که از تمامیت ارضی خود دفاع بکنه. نه. ما در میان خود مشکل داریم، اون یکی مون از تاجیک ساختن، دیگری مون از پشتون ساختن. در میدان وردک چی میگذره، در تخار چی میگذره، در بدخشان چی میگذره، یا در قندهار چی میگذره. بسترسازی های توریسم در داخل افغانستان توسط استخبارات یا ایسای پاکستان با کمک آمریکا دایسازی و طالب. تشکر آقای خراسانی. خلاص میکنم. 100,000 مدرسه دینی ساختن با این ملاهای پشمکی بی سواد چگونه میتونیم مشکل کشوری ما حل بشود؟ ما با انسان خیرتمند، دانشمند ذرت ماست که این بنبست بیچارگی کشور ما را نجات بده. راست میگین. ما از این دولت پوشالی کابل و از این نیروهای مرتجع اشغالگر امریکا انتظاری نداشته باشیم. تشکر آقای خراسانی، لطف کردین، مهربانی کردین، یک دنیا ممنونتان. تشکر. بله، بفرمایین، بری خط هستین. سلام علیکم سجی جان. سلام، چی حال دارین؟ شکر، فضل خدا، شما خوب هستین؟ مهربانی، زنده باشین. بفرمایین.